دنیا به نمایندگی از طرف مردم ایران به رفتن جمهوری اسلامی رأی داد. اگر این رفراندوم نبود پس چه بود؟ صندلی های خالی رو دیدید؟ دنیا در یک رفراندوم جهانی به نبود جمهوری اسلامی ایران رأی داد. آقای احمدی نژاد در تالاری صحبت میکرد که تمامی صندلی ها خالی بودن. کسی نبود. نه عرب ها بودن، نه مسلمان ها بودن، نه آفریقایی ها بودن، نه اروپایی ها، نه چینی ها، نه روس ها. فقط مولا رس بود، عباس بود، حتی کارزای هم نبود. در حقیقت یک رفراندوم بود. رفراندوم نه علیه آقای احمدی نژاد. رفراندوم علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی. ظاهراً نمایندگان ملل مختلف دنیا دریافته بودند که آنها بایستی به جای مردم ایران رأی بدهند. درست آنها آمده بودند تا شاهد شوی احمدی نژاد باشند. اما در غیاب مردم ایران با ارائه صندلی‌های خالی که فقط نمایندگان انگلیس در آن هم درجه دو در آن نشسته بودند، در یک رفراندوم جهانی به رفتن جمهوری اسلامی رأی دادند. اینها که همه صهیونیست نبودند. اینها که همه بوشیست نبودند. اما ظاهراً صبر و حوصله دنیا از این رژیم سر آمده. ظاهراً همه نمایندگان ملل دنیا علی‌رغم همه اختلاف نظرها و سلیقه‌ای که دارند با بوش، حرف بوش رو باور کرده بودند. چرا که بوش گفت مردم ایران لیاقت داشتن آینده درخشانی را دارند. تنها مانع رژیم تهران است. و ظاهرا دنیا صدای بوش رو شنید. پیام بوش رو شنید. گوش میکنیم. اگه اجازه بدید، چون بچه ها دارن دنبال این میگردن، واقعیت همه این است که اگر شما بعد اجازه بدید گوش میکنیم به پرزیدنت بوش. Model of democracy and pluralism and openness in the region, and it will be again. To the people of Iran, the United States respects you. We respect your country. We admire your rich history, your vibrant culture, and your many contributions to civilization. You deserve an opportunity to determine your own future, an economy that rewards your intelligence and your talents, and a society that allows you to fulfill your tremendous potential. The greatest obstacle to this future is that your rulers have chosen to deny you liberty and to use your nation's resources to fund terrorism and fuel extremism and pursue nuclear weapons. The United Nations has passed a clear resolution requiring that the regime in Tehran meet its international obligations. Iran must abandon its nuclear weapons ambitions. Despite what the regime tells you, we have no objection to Iran's pursuit of a truly peaceful nuclear power program. We're working toward a diplomatic solution to this crisis. And as we do, we look to the day when you can live in freedom. And America and Iran can be good friends and close partners in the cause of peace. To the people of Syria, your land is home to a great people with a proud tradition of learning and commerce. Today, your rulers have allowed your country to become a crossroad for terrorism. In your midst, Hamas and Hezbollah are working to destabilize the region. And your government is turning your country into a tool of Iran. This is increasing your country's isolation from the world. Your government must choose a better way forward by ending its support for terror and... هیچ پرزیدنتی از تریبیون مجمع عمومی سازمان ملل این چنین مستقیم، سریع
و صادقانه با یک ملتی صحبت نکرده بود که جورج بوش کرد. حالا چرا انتظار دارید؟ حالا دیگه چه انتظاری دارید؟ هممون این پرسش رو کنیم. آیا هنوز منتظریم جورج بوش لشکرکشی کنه؟ صریحاً جورج بوش اشاره کرد و تمام نمایندگان ملل مختلف با خالی کردن صندلی‌ها نشان دادن که هیچ کس این رژیم را نمی‌خواهد. ظاهراً تقدیر تاریخ هم به ما کمک کرده. یک سپور سیاسی سر کار آمده. شاید وظیفه این سپور سیاسی این است که جنازه این رژیم رو برداره و به زباله‌دان تاریخ بیاندازه که واقعیت داره، او خواهد انداخت. چرا که امروز کاری که این سپور سیاسی کرد بیشتر نقش یک دلغک سیاسی رو بازی میکرد. برخلاف انتظار همه، به ویژه CNN و بسیاری از روزنامه‌های لیبرال و نشریات و شبکه‌های لیبرال آمریکایی که انتظار داشتن احمدی نژاد خواهد آمد و مثل یک دانکیشوت اسلامی در مقابل بوش نمایشی از شهامت و شجاعت رو در واقع نشان خواهد داد، آقای احمدی نژاد اون احمدی نژاد نبود. دیگه نه امام زمانی بود، نه حاله نورانی، بلکه تبدیل شده بود به یک دلغک سیاسی که گله میکرد. از چه گله میکرد؟ از شورای امنیت سازمان ملل. در واقع در نیفته بود که او نمیتواند با شورای امنیت سازمان ملل در بیفتد. حرفایی که میزد حرفای مفتی بود. حرفای تندتری رو کاستروها، موریس بیشاپ ها، عرفات ها زدن. احمدی نژاد جا زده بود. مثل خود رژیم که جا زده بود. گوش کنید به اظهارات آقای احمدی نژاد که سعی میکرد شاید شنونده‌ای پیدا کند. چرا که در سالن کسی نبود. باورش این بود که شاید در پرایم تایم تلویزیونی مخاطبی پیدا کند. گوش میکنیم با آقای احمدی نژاد. International community and consider their decision superseding that of over 180 countries. They consider themselves the masters and rulers of the entire world and other nations as only second class in the world order. وسایل ملت‌ها را دست دوم و مملوک به حساب می‌آورند. عالی جنابان. Excellencies. The question needs to be asked, if the governments of the United States or the United Kingdom, who are permanent members of the Security Council, commit aggression, occupation, and violation of international law, which of the organs of the UN can take them to account? Can a council in which they are privileged members address their violations? میتواند به جرم آنان رسیدگی کند؟ آیا تا کنون چه افتاده است؟ اما بالعکس. In fact, we have repeatedly seen the reverse. If they have differences with a nation or state, they drag it to the Security Council and as claimants arrogate to themselves simultaneously the roles of prosecutor, judge and executioner. و خودشان به مرحله اجرا هم می‌گذارند. آیا این نظام Is this a just order? Can there be a more vivid case of discrimination and more clear evidence of injustice? Regrettably, the persistence of some hegemonic powers in imposing their exclusionist policies on the international decision-making mechanisms, including the Security Council, has resulted in a growing mistrust in global public opinion, undermining the credibility and effectiveness of this most universal system of collective security. Excellencies, how long can such a situation last in the world? It is evident that the behavior of some powers constitutes the greatest challenge before the Security Council, the entire organization, and its affiliated agencies. The present structure and working methods. بسیار حقیر به نظر می رسید.
آقای احمدی نژاد اومده بود نه فقط نظام نوینی برای خاورمیانه برمقام بیاره که تره به اصطلاح دگرگونی ساختاری سازمان ملل و شورای امنیت رو هم ارائه بده. در واقع این سپور سیاسی که واقعا این بار تبدیل شده بود به دلغک سیاسی در نیافته بود که دنیا اینها رو رد کردن. صندلی های خالی، این هم رفراندوم جهانی، دنیا این رژیم رو نمیخواد. حالا مردم ایران دنیا رو پشت سرشون دارن. مهم نیست اپوزیسیون چه میکند، مهم نیست به اصطلاح شخصیت ها و فعالین سیاسی چه کار میکنن. دنیا با مردم ایران است. اجازه بدید قبل از اینکه مهمان نازنینی که دعوت کردم دکتر منوچهر گنجی رو به استودیو فرا بخونیم، اجازه بدید بریم به نیویورک و ببینیم دوست نازنین من آقای علی صالحی که لطف کردن رفتن به نیویورک، ببینن چه میگذره. تصمیم گرفتن در 72 ساعت در این 72 ساعت در نیویورک مستقر بشن. از ورود آقای احمدی نژاد، آنچه که در حیات خلوت میگذره، آیا نیروهایی یا گروهایی آمدن، تظاهراتی انجام گرفت، فردا چه خواهد بود، همه اینها رو با علی صالحی نازنین، دوست نازنین، مطرح میکنیم و امیدواریم ما رو در جریان تمام مسائل قرار بده. علی صالحی نازنین من، یک دنیا سپاسگزارم که دیرهنگام از نیویورک با ما هستید. علی صالحی نیستن؟ الان بودن، الان داشتن با هم صحبت میکردیم. بذارم رو هول. شما لطف کنید صداش چک کنید. پس چرا صحبت نمی کنه علی نازنین من؟ اجازه بفرمایید صداشو باز کنید. علی نازنین من، صدای منو میشنوید؟ آقای صالحی، صداش باز نیست تونی جان. پس چه مشکلی ما داریم اینجا الان؟ علی جان شما صدای ما رو میشنوید؟ پس چرا وصل نمیشه؟ یک لحظه اگه ممکنه. قطع شد. اگه ممکنه مجددن بگیرید. من از این فرصت استفاده میکنم، دکتر گنجی رو هم دعوت میکنم. اجازه بدید شما یه ترانه برید، من دکتر گنجی رو دعوت کنم، با دکتر گنجی صحبت میکنیم، شما آقای علی صالحی ارتباط رو برقرار کنید، ما بتونیم. همیشه وقت کار در این اشکالات فنی گرفتار میشیم، نگرانی نداریم چون دوستان حتما اون رو برطرف میکنن. تو اینجا یه ترانه برید، من دکتر رو دعوت کنم، با دکتر شروع میکنیم، علی صالحی هم شما ارتباط رو برقرار کنید. کار خوب آقای مانی ها، فریاد بزنید، فریاد بزنید ایران، واقعا فریاد بزنید، دیگه بهانه‌ای ندارید. حرف من این است که دیگه شما بهانه‌ای ندارید، که در داخل چه در خارج. 27 سال همه نق میزنن که این آمریکایی انگلیسی ها دستشون از پشت این رژیم بردارن، ما کارشون رو تموم کردیم. بفرمایید حالا ببینید شما چه کار میکنید. امیدوارم منتظر نباشید که نیروهای نظامی آمریکا به عنوان نیروهای آزادی بخش وارد خاک ایران بشن. این دیگه حقارت همه ما رو میرسونه. نبایستی رفت از آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی یا ایتالیایی یا و دیگران گله‌مند شد، بلکه از خودمون باید گله‌مند بشیم. اگر یک ملتی که مدعیست یک بارم انقلاب کرده، همون آقایون فریختگان، متفکران، الیت انقلابگر، حالا بیان یک حرکتی انجام بدن، کجا هستن؟ آیا همشون ذوب شدن بعد از پروژه رفراندوم؟ حالا فهمیدید پروژه رفراندوم چه لطمه‌ای به شما میزنه؟ حالا رفراندوم دیدید دنیا چقدر هوشیارانه رفراندوم کرد و در واقع یک اعتباری به ملت ایران داد. اجازه بدید اولا یک درودی بفرستم به دکتر منوچهر گنجی. یک دنیا سپاسگزارم دعوت منو پذیرفتید دکتر. سپاسگزارم که اومدید. دکتر اجازه بدید قبل از اینکه دوست نازنین آقای علی صالحی هم در نیویورک هستن، بیدارن، چون شاهد بودن اونجا، یک گرد همایی بوده. واقعا امروز وقتی شما مجددا حضور آقای احمدی نژاد رو در نیویورک
ارزیابی میکردید بعد از یک سال و باز مهم نیست که سخنرانی کرد نکرد چه گفت، برداشت شما از آنچه که ما به عنوان اپوزیسیون ملی در اینجا به صورت کارنامه به صورت برنامه های کارآمدی خودمون ارائه دادیم ارزیابی شما چگونه؟ آیا ما باز عقب نشینی کردیم یا اصلا وجود نداشتیم؟ چگونه میشه گفت؟ خب ما در یک کشور آزادی زندگی میکنیم و در این در چارچوب آزادی میتونیم اختلاف سلیقه داشته باشیم. من فکر میکنم که در این 28 سال مبارزان ایرانی منتها درجه کوشش کردند در اینکه کشورشون رو آزاد بکنند و این رژیم رو اونطور که هست به دنیا نشون بدن. و 28 سال در تاریخی کشور و در کار مبارزه با یه رژیمی که بر اثر انقلاب به طوری اومد سر کار که سفیر امریکا در تهران گفتش که یک گاندی دوم اومده ظهور پیدا کرده و سفیر امریکا در سازمان ملل گفت یک سینت، یک چیز مرد مقدس، مرد مقدس خیلی عالی مقام اومده در ایران با یه همچین چیزی. بعد اون وقت با زمانی که گذشته جنگی که 8 سال کشور ما در جنگ بوده و در اون حال باید ما همه پشتیبان کشورمون می بودیم در جنگ و بعد از اون خرابی ها سردار سازندگی که اومد به مردم قول و قرارهای داد و مردم فکر کردن تازه حالا انقلاب شروع شده بعد از جنگ و سازندگی آغاز میشه. بعد جنگ خلیج فارس صدام حسینه که باز تمام غربی ها اینا میخوان ایران رو ساکت نگه دارن و تمام این جریانات که شما میبینید اتفاق افتاده. بعد اون وقت چیز جنگ عراق افغانستانه، اینجا رژیم نقشی بازی میکنه که خودش رو حفظ کنه، از اون طرف و این طرف به غرب میخواد که به اصطلاح هم کمک کنه هم از پشت خنجر بزنه. ما در شرایطی این 28 سال زندگی کردیم و مبارزه کردیم که تمام کشورهای دنیا سعی میکردن با این رژیم یه طوری کنار بیان. به هیچ وجه فکر نکنید که شرایط بین المللی برای مبارزان ایرانی مناسب بوده. ما کاری که کردیم به شما بگم، ما پرچم مبارزه رو در اهتزاز نگه داشتیم در حالی که شماها در جنگ بودید، شماها رو قل و غم می‌کردن، شماها رو شبانه می‌گرفتن، هزار هزار تاتون می‌کشتن، صدای شما رو ما بلند کردیم. سازمان ملل متحد اگر آقای گلیندو پول اومد و کپیتورن اومد و دیگران اومد، ماها بودیم که رفتیم دنبالش. من خودم و یارم سیروس الهی و دیگران در 1980 شروع کردیم مبارزه رو با رژیم و کمیته من درست کردم در امریکا که آقای وندن هوول که نماینده امریکا بود در سازمان ملل در ژنو رئیسش شد، که رئیس اسبق اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد جان پی هامفری معاونش شد. اینا رفتن و یه عده دیگه کمیته 17 نفر عضو رفتن فشار رو بردن، موضوع ایران رو گذاشتن در دستور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد. ما خیلی کار کردیم در این مدت. من موافقم که کار زیاد شده. حالا من پرسشم اینجاست، این که شرایط بین المللی مناسب نبود و شرایط همه میخواستن یه طوری با رژیم جمهوری اسلامی کنار بیان و خود ما هم امکاناتی نداشتیم، هیچ، با دست خالی بدون هیچ گونه امکانات. دکتر یک دقیقه، به خاطر اینکه من بحثم همیشه تاکتیکی بود و هنوزم بهش معتقدم، دقیقا درست میگید. برای همین هم من بارها گفتم بیایید این واژه یا اصطلاح یا اون تصور اپوزیسیون رو ما یک نگاه دیگری بهش داشته باشیم. همینجوری که دقیقا شما درست اشاره کردید، در دهه 80 یک اپوزیسیون دیگر بود. بله درسته. بله الان اپوزیسیون دیگری، اپوزیسیونی است که آلوده شده، اپوزیسیونی است که
موره های نفوذی اون رو بلعیدن، اپوزیسیونیست که رادیو اکتیویته شده. برای همین من معتقد نیستم آن اپوزیسیونی که شما ازش سخن میگین دیگه وجود نداره. حالا بس من اینجا اونا رو اصلا از بین بردن، اختیار رو کشتن، شرفندی رو کشتن، قاسملو رو کشتن، الان همزادهای رژیم خودشون شدن. الان پرسش من اینجاست به خاطر اینکه ببیجه مردم داخل کشور دریابن که چه موقعیتی ما داریم. آیا همین به اصطلاح دودوزه بازی ها، سازش های در واقع مصلحتی که ادعی از همین بخش اپوزیسیون با بدنه از رژیم انجام داد، آیا موجب نشده که امروز آقای خاتمی هم میتونه بیاد یک تور فرهنگی بزنه برگرده، مرتضوی میتونه بره تور به اصطلاح شناسایی بکنه در اروپا، در حالی که شما تا پریروز میتونستید بسیاری از اینها رو تعقیب کنید، تحت تعقیب قرار بدید، چرا حالا نمیتونیم؟ چه پیش اومده؟ همین هر کشوری اولین توجهش منافع ملی خودشه. فکر نکنید که خارج توجهش به ایرانه و میخواد ایران رو آزاد کنه. هر که و اینا همه کشورها تاجر مسلکن، همشون، چون روابط بین المللی بیشتر روی مادیاته، تجارته، مالیه، روابط بین المللی. بنابراین در امید این که خارج بیاد به ما کمک کنه ما آزاد بشیم، اینا باید فراموشش کنید. شما هستید از موقعیت بین المللی باید استفاده بکنید، از موقعیت خودتون در داخل باید استفاده بکنید، خودتون بسیج بکنید و نشون بدید به خارج که به شما احتیاج خواهد داشت فردا، اون وقت خارج هم میاد حمایتتون میکنه. ولی فکر نکنید کشورهای خارجی نشستن ببینن شما چه احتیاجاتتون چیه. اونا دنبال منافع خودشون، منافع خودشون اگر ایجاب بکنه حمایتتون میکنه، نکنه حمایتتون نمیکنه. در زمان جنگ با عراق به عراقی ها کمک کردن بیشتر تا اینکه به ما کمک کرده باشن. بعد از اون فرق کرده، در زمانهای مختلف حمایت علنی از مخالفان رژیم رو فقط در زمان ریگن انجام گرفت و اونم به خاطر این بود که گروگان گرفتن، رفتاری کردن که امریکا یه موضعی گرفته بود. بعد از اون به هیچ وجه سیاست درست حسابی نه امریکا داشته، نه انگلیس داشته، نه فرانسه داشته. اروپایی‌ها که بیشتر رفتن دنبال تاجر مسلکی بودنشون و امریکا هم که تنها کشوریه که هنوز ارتباط مستقیم سیاسی با ایران نداره، ولی سیاست مشخصی در زمینه حمایت مستمر از آزادی خانه ایران نداشته و نداره هنوز. دکتر، الان به پیام جورج بوش، پیامش مستقیم و سریع به ملت ایران. همه ما هم میدونیم که بوشیستا سعی میکنن به اصطلاح بخشی از یا گروه بوشیستا یا رژیم بوش در واقع سعی میکنن پروژه براندازی رژیم رو پیاده کنن. همون گونه هم میدونیم یک بخشی از اولیگارشی یا قدرتمندای آمریکا سعی میکنن سازش کنن. حتی میبینیم خاتمی رو میارن و معتقدن ما میتونیم بریم با بخشی از رژیم معامله کنیم. اینجا نقش اپوزیسیون کجاست؟ ببینید، من دانشجوی علوم سیاسی هستم و حقوق بین الملل، در این کشورم خیلی زندگی کردم، از سن 17 سالگی در اینجا زندگی کردم. امریکا در تمامی 28 سال بیش از سایر کشورها به موج آزادی خواهی در ایران کمک کرده، یعنی مصلحتش در این بوده دیده که کمک بکنه، چون رابطه با رژیم نداشته. اما در این کشور هم جناح‌های مختلف هستن و اون جناح‌ها نقش بازی میکنن در هر دولتی. من میدونم که وزارت امور خارجه امریکا امروز بیش از هر چیز مترصد اینه که بتونن از طریق گفت و شنود مسئله اتمی، مسئله نیروگاه های هسته ایران رو یه طوری سرسامان بدن. و اروپایی هم خیلی علاقه دارن به علت قراردادهای بای بک، بیع متقابل و غیر زالکشون که ما اصلا نمیدونیم محتوای اونا چیه، که بشکه نفت نوشته شده بشکه چند فروش میره، 15 دلار اون زمانی که قرارداد بسته شد فروش میره امروز محرمانه، یا 70 دلار امروز فروش میره. بنابراین برای اینکه اون قراردادها بمونه و ادامه پیدا کنه، اونها هم مترصد این هستن که یه طوری کنار بیان با جمهوری اسلامی. بنابراین هنوز آقای بوش از در تمام این 8-9 سال
حمایت کرده از موج آزادی خواهان در ایران، ولی حمایت لفظی بوده، بیش از لفظی نبوده. ما هم به همون حمایت لفظی اکتفا کردیم. ما تنها حمایت کار رو باید خودمون انجام بدیم. اگه امریکا بمونه روی این حمایت لفظیش، همون کاری رو با ما بکنه که با اتحاد جمهوری شوروی کرد. چه کار باید بکنه دکتر؟ کاری که بکنه از آزادی خواهان ایران حمایت بکنه. درست ببینید در مورد شوروی الان گفتم عذر میخوام، چون من میخوام برای بیننده بفهمه. خواهش می‌کنم. حساب‌های بانکی سرکردگان رژیم رو در کشورهای غربی برملا بکن. دستشونه دیگه. تمام حساب‌ها اینا یا در سوئیس یا انگلیس یا فرانسه است یا جای دیگه هستش که اینا میتونن با هم دیگه بشینن. اگه در گوادلوپ میتونن بشینن تصمیم بگیرن که چاپ بره، حالا میتونن بشینن حساب‌های بانکی اینا رو از بانک‌ها بخون برملا بکن. یکی از کارهایی که میتونه بکنه. کار دیگری که میتونه بکنه، کاری بکنن که اینا دارن بشکه 70 دلار نفت میفروشن سالی 50 میلیارد دلار، 24 میلیاردش رو میذارن برای اینکه مردم رو ساکت نگه دارن، قیمت ها رو ارزون بکنن، اینو بدن اونو بدن، حقوق بالا ببرن اونجا، اینو بدن به اینو. اگه این 24 میلیارد دلار دستشون نباشه فلجن. خیلی خوب، شما برین عربستان سعودی و دیگران رو قانع بکنین تولیدشون بالا ببرن، اینا رو کاری بکنین که به احتیاجشون احتیاج نداشته باشین. میتونید این کارو بکنید، میتونید برید همه رو چیز بکنید. یه مدت کوتاهی مردم ایران هم سختی خواهند کشید، چون که ما کشیدیم. ما گازوئیل پیدا نمی کردیم، بنزین پیدا نمی کردیم روزای قبل از انقلاب، و اون وقت شرکت نفت هم میره اعتصاب میکنه. راه دوم بشه دراتون رو باز کنین برای اینکه این آخوندهایی که سرکردگان میخوان فرار کنن به تو هم فرار کنن. تفرقه بینشون میدازین دیگه. بذار بیام بیرون، بذار بیام تو خاک انگلیس، اکثرا میخوان برن به انگلستان. بذار بیان تو انگلستان بمونن، نه اینکه بیان و برن. یه طرفه، یه سفر یه طرفه بیان. مال و بنهاش رو هر چی هم دارن بردارن بیارن. الان آمریکایی‌ها این کارو میکنن؟ نه. الان نمیکنن؟ آیا الان شکاف رو ننداختن؟ آیا با... ببینید بیم از لحاظ تاکتیکی نگاه کنیم. شکاف خیلی بیشتر. این چیزی که یعنی اگر از خاتم من نگرانیم این است که همون گونه که شما اشاره کردید به پروژه براندازی شوروی، من اون رو به عنوان یک الگو قرار میدم و پرسش هم اینجا مطرح میشه. در همون گونه که به درستی اشاره کردید در زمان ریگان همیشه اشاره میشد به ناراضیان سیاسی. بله. دیسیدنت یا دیسیدانت ها هر چی میخوام بگم. اما امروز وقتی آقای بوش، پرزیدنت بوش، بوش 43 میگه من از نیروهای رفرمیست و دموکرات استفاده میکنم، مفهومش چیز دیگری میگیره در اذهان عمومی. امکان داره همون گونه که بعضی از این لابیست ها میگن شما برید با خاتمیست ها و رفرمیست ها بسازید، آیا منظور بوش همین خاتمیست ها و رفرمیست ها اصلاح طلب ها بودن یا نه منظورش اینه که ما فراتر از اینا خواهیم رفت و ناراضیان سیاسی ایرانی رو تقویت خواهیم کرد؟ خب من برام خیلی روشن نیست. آها. و خوبه که روشن بشه. خیلی سوال خوبی مطرح کردی. ما داریم کار خودمون رو میکنیم. ما ایرانی ها در داخل ایران، ما هم در خارج بی ارتباط نیستیم باشون. شما برین روی دو تا سایت درفش.org و برین روی eerycrimes.de میبینین ارتباطاتو. تمام اخبارمون رو در روز داخل میذاره. در ارتباط هستیم. اگه شما واقعا سیاستی دارید که حمایت میکنید، خیلی تشکر میکنیم ازتون و حرفا خیلی حرفای خوبیه. اگه سیاستی ندارید، بی خود مردم رو نکشیم به این بر اون بر که خودشون بیان به چیز بدن، دستشون رو بکنن رژیم بگیره ببره تو زندان بندازشون، زندانها رو پر کنه، یه عده دیگر به کشتن داده بشن. اینه آقای بوش خیلی کار خوبی میکنن، ولی باید حرفشون با عملشون بخونه. نمیشه که همین حرف بزنن بعد اون وقت سه هفته دیگه عوض کنن حرفشون، اما عمل چیز دیگری بود. دکتر آیا این به خاطر نیست، من دارم پرسش مطرح میکنم، آیا این به خاطر نیست ما هرگز نتونستیم آلترناتیو ارائه بدیم؟ این آلترناتیو داخل ایرانه، آلترناتیو خارج ایران نیست. ماها در خارج ایران کاری که کردیم در این سالها صدای داخل ایران بود. هممون همین تلویزیون ها الان در خارج از ایران هم دیگه، کاری که ما در خارج کردیم، همون رادیوهایی که رادیویی که شما سالها با توش بودین در خارج از ایران بوده دیگه. برد. ما کردیم.
ما الان اقلا 200-300 تا روزنامه در سراسر دنیا داریم که خبرای ایران رو به اطلاع ایرانیان اقلا میرسونیم، اونا هم به اطلاع خارجی اون وقت میرسونن. ما اقلا 50-60 تا رادیو داریم، رادیوی محلی چیز بیشتر، شاید 100 تا 150 تا از استرالیا گرفته تا نیوزیلند تا سوئد تا نروژ تا انگلیس، اینا همه صدای مردم ایرانه. یعنی فکر نکنید واقعا دلشون مردم برای شماها میتپه در داخل ایران و دائم دارن کاری که میکنن صدای شما شدن. امروز به خصوص جوانایی که اون وقت تازه ابتدای انقلاب به دنیا اومدن تو این برنامه‌هایی که من صبح‌ها از ساعت 5 تا 7 صبح در کانال پارس دارم میبینید، همه جوانن، همه بین 30 تا 40 سالشون، یعنی در زمان انقلاب حد اکثر سنی که داشتن 10-12 سالشون بوده. میبینید که عشق میبرزن به شما. بنابراین خارج و داخل نداره. ما 3 میلیون و خورده ایرانی صدای شما ها هستیم اکثرا در خارج از ایران. اکثرا صدای شما هستیم. بعضی همونم کارهایی که تونستیم کردیم. من خودم برای مثال میگم و میدونم خیلی هم مثل من هستم. من اقلا 10 تا کتاب چاپ کردم. 7 تا به فارسی، 3 تا فرانسه و انگلیسی کتاب چاپ کردم. 2 تا انگلیسی، 1 دونه فرانسه، 7 تا فارسی. و دیگران همینطور. من استثنا نیستم. افراد دیگر، نویسنده های شما کارشون رو انجام میدن، اونایی که در رسانه ها هستن سعی کردن کارشون. ما هم مثل همه، بین ما هم خوب و بد هست. بنابراین همه همون فرشته نیستیم. ما هم تا اونجایی که میتونیم بعد هم باید زندگی بکنیم. ما دست خالی همه همون از ایران اومدیم بیرون. اکثرا فرار کردیم از ایران. یعنی میخواستن بگیرن، مفسد فلعرض کرده بودنمون و میخواستن بگیرن بکشن. محاربه با خدا و مفسد فلعرض و همه این چیزا. من از راه ترکیه از کو اومدم بیرون با یک کیف دستی. در امریکا که رسیدم دست خالی. باید روزنامه صبح میرفتم پرت میکردم تو اسپوکن جلوی مناظر برای زندگیم. بچه هم هم همین کار میکردم. بعد دنبایی با کردم. اونای دیگه هم مثل من اکثرن. مگر یه عده معدودی که با یه سرمایه اومد بیرون. خب ولی ما سعی کردیم خودمون رو از ایران اجازه بدیم من یه نکته رو بگم. من میپذیرم. ببینید من تمام اینا رو یک روز به صورت تقدیرنامه خواهیم نوشت. اما الان بس مسئله روزه. آره. مسئله امروز. من همه رو قبول دارم بخشی از اپوزیسیون فعالیت کرده تا دهه 80 همجور گفتید، بسیاری از دوستانم جانشون از دست دادن. ولی از مدتی ما داریم میبازیم. الان آقای احمدی نژاد آمد. آیا نمیشد از شرایط مطلوبی که وجود داشت، شمایی که با یک کمیته تونستید آقای یزدی رو از آمدن از لندن در واقع مجبورش کنید که اصلا منصرف بشه، درسته یا نه؟ اگر شما میتونید برید گروگان ها رو دعوت کنید بیایید یک کنفرانس بذارید. حالا حرف من اینجاست، چطور وقتی یک دلغکی مثل احمدی نژاد میاد تمام جامعه جهانی یهود از ایشان به خشم آمده که من نیدم هنوز یهودیان ایرانی و خارجی کاری فعلا انجام بدن. اینقدر که ما با احمدی نژاد در واقع به خاطر این مسائل در افتادیم، اونها هنوز کوتاه اومدن. حالا ممکنه بعضی هاشون هم میرن باشن مصاحبه میکنن. اما حرف من اینجا، چرا ما نتوانستیم در صحنه هایی که امروز باید میبودیم، زمانی که آقای خاتمی بود، آقای احمدی نژاد بود، حضور داشته باشیم؟ چی شده؟ اینو بیایید بگی. من میپذیرم خیلی تلاش کردیم، امروز بازی به نقطه عطف رسیده. اگر ما نکنیم خب پس آمریکایی‌ها حق دارن مشکل خودشون حل کنن، درسته؟ ما منوک خوبه که این مسائل رو مطرح می‌کنیم. برای این کارم همینه با هم دیگه صحبت کنیم. ما دقیقه‌ای ساکت ننشستیم. واقعا بهتون میگم ایرانیان خارج از کشور دقیقه آرامش نداشتن و به کار کردن و امروز هم در حال حاضر. میکنوس، دادگاه میکنوس، من 3 بار به عنوان 2 بار به عنوان شاهد، 1 بار 7 ساعت، اینا رو میگم همه دنیا میشنوا میدونن، 1 بار به مدت 5 ساعت و روزی که رأی صادر میشد در دادگاه بودم، اومدم جلوی دادگاه مصاحبه کردم. من در مورد قاسملو، ترور قاسملو که آقای احمدی نژاد نقش داشته درش، کلی اقدام کردم، دنبال دارم میکنم، هنوز به اونجا نرسیده. آقای احمدی نژاد
دورش تموم بشه پاشو بذاره خارج، اون وقت ببینه که چی کار میکنه. در مورد آقای خاتمی وقتی اومد بیرون اقلن 10 شب و روز، من آقای خاتمی که همه نمیدونستیم که کی میاد بیرون، 2 هفته 3 هفته قبلش اطلاع بودی کردیم، من 10 شب و روز با وکلای امریکایی، وکلای ایرانی در انگلیس و یک وکیل دیگر، یه شرکت وکالت دیگر در خارج از انگلیس دائم در ارتباط بودم. همه کارها رو ما انجام دادیم. دیدم که آقای نیکبخت یه چیزی میگن که یهودی ها از قبل این کار کرده بودن. نه اینطور درست نیست، حقیقت رو بگم. تمام این کارها رو وکلایی که کردن، خانوم نسرین محمدی رو در نظر داشتیم. من با خانوم نسرین محمدی در ارتباط بودم و تمام ورقایی که تهیه شد که خانوم نسرین محمدی امضا بکنن و ما بریم به دادگاه، از دادگاه غرامت برای کشتن برادرش علیه خاتمی بگیریم و 1/3 رو تو اون قراردادها این بود که وقتی گرفتن 1/3 رو با کلا برمیدارن که رسم، همه جا رسم، 70%، 2/3 هم خانوم نسرین محمدی و احدی هم چیزی داده نمیشه. و معمولاً وکلا، شرکت وکلا وقتی اینجا همچین کاری رو بکنه که ریسک داره، معلوم نیست تا کی پول داده بشه، پول میخواد. هیچی از خانم نسرین محمدی نخواستن، 1 دینار. اول یه چیزی مطرح کردن، بعد من صحبت کردم، همه اونا رو پس گرفتن. یعنی قراردادی که ایشون امضا میکرد 1 دینار نمیداد، 1 دینار. و 1/3 وقتی که پول گرفته میشد، یعنی چند صد میلیون دلار گرفته میشد، 1/3 وکلا برمی‌چرخاند، 2/3 هم به خانم نسرین محمدی میدادن. یه پرسشی میتونم بکنم؟ ایران، اما بعضیا اومدن نگذاشتن که نسرین بیاد، بنابراین برای اینکه دنبال بشه موضوع، وکلایی که این کار کرده بودن آمادگی داشتن، رفتن دنبال یاران و هممیهنان یهودی ما. اونا اومدن آقای نیکبخت وسط، و الا دیدم که چیزی که نوشته بودین، هیچ وقت اونها اول نبودن. اول قرار بود که خانم نسرین محمدی باشه، مرحله دوم قرار بود اونها باشن. حالا در مورد آقای خاتمی چی میشد؟ آقای خاتمی رو میشد به دادگاه کشید؟ آقای خاتمی میشد دستگیر کرد؟ من پرسشم اینه، ما چیزی که هر جایی شما باید بدونید که هنر سیاست هنر امکاناته. آفرین. شما باید ببینید امکانات. نه من میخوام ببینم آقای خاتمی رو میشد از لحاظ مدنی بهش ابلاغ کرد که شما مقاماتی داشته و در موقعی که آقای اکبر محمدی گرفته شد شما رئیس جمهور بودی و این در زندان بود تمام مدت و اون وقت اومد گفتی شما چیز هستی، متهم هستی. این از لحاظ مدنی بود، جنایی نبود. ما امکانات جنایی اگه می‌خواستیم بریم خیلی خیلی مشکل تر بود. ما باید به هر صورت یه اقدامی تایید میکنم، کار قشنگی بود. نه اصلا اگه اجازه میدید در انگلیس هم آقای خاتمی خواهند دید. در انگلیس هر جای برای آقای خاتمی دنبالش هستی، برای اینکه آقای خاتمی تمام اسناد مدارکی که همه این کارا رو ایرانیان کردن، اسناد مدارکی که ما داریم علاوه بر این که همه چی نشون میده شما چه کارو بودید، اینو ایرانیان درست کردن دیگه. در سال 1970 روزنامه لیبراسیون نقش آقای خاتمی رو قشنگ داد بیرون، ایرانیا دادنش. این در یه نشریه ایرانیه در همون زمان چاپ شد که نشون میده. بنابراین ما اینجا داریم تمام اسناد رو داریم جمع میکنیم، حالا میبریم بیش از چیزی که داشتیم. عکس خود آقای خاتمی شما نگاه کنید ببینید، عکس خودشه و مشارکت خودشه در تمام طول عمر رژیم. بیش از هر کسی مسئولیت داره. حالا اومده سید خندان شده برای خودش و صحبت گفت و شنود تمدن ها و اینها رو مطرح میکنه که یه چیزی بپوشونه رو چیز رژیم بود. سپاسگزارم، فوق العاده است. اگه اجازه میدید یک لحظه ببینیم آقای علی سالی. آقای سالی نازنین صدای ما رو میشنوید؟ این بار ارتباط برقرار شد دوست نازنین من. چطور آقای سالی رو ما نمیشنویم؟ ما باز میذاریم رو هول، بازم میگیریم. شما چطور ممکنه صداش نشته باشین؟ آقای خدا بخشیم این صداشون بازه، اگر تونستن صحبت 17 سال پیشه. این 1 صفحه روزنامه کیهانه، ما خریدیم. چی گذاشتیم توش؟ تمام اسناد حقوق بشر رو،
چون ایرانی ها آشنا نبودن با این اصلا. تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد میثاق حقوق سیاسی مدنی، چیز مقابلنامه منع زجر و شکنجه، حقوق کودک، تمام این صحبت. یعنی در این مدت اپوزیسیون خارج خیلی کار کرده. اینو بدونید، آگاهی که شما از لازم در مورد حقوق بشر دارین ماها از خارج به شما دادیم. خارج. شما وقتی میگید اپوزیسیون، باز من مجبورم از لحاظ مخالفین رژیم. مخالفین رژیم. مخالفین رژیم. آیا شما آنچه که امروز تجربه کردیم در این حداقل میگیم در بعد از اومدن خاتمی، آیا شما هم اینو تایید میکنید که اپوزیسیون کار مثبتی انجام داد؟ وقتی بخشی از این اپوزیسیون رب با خاتمیستا ساخت، با اصلاح طلب ساخت یا با پروژه آقای سازگارا ساخت، به نظر شما این هم اپوزیسیون بود؟ این همیشه همه جا اتفاق میفته. یعنی ما خودمونو نباید بیم بکنیم تافته جدا بافته. در همه کشورها، همه گروه های اپوزیسیون این وضع اوضاع احوال بوده. اختلاف نظرها بوده، با همدیگه رقابت ها بوده، حسادت ها بوده، همه این چیزا هست. ما باید خودمونو بدونیم که ما هم جزء از این دنیا هستیم. اینو هستش، متاسفانه هست. منم مثل شما رنج میبرم. میتونم با این برم؟ آقای سالی صدای ما رو میشنوید عزیزم؟ الان شنیدیم سرانجام صدای نازنین شما رو شنیدیم. آقای سالی امروز چه خبر بود؟ به هر حال من با دکتر منوچهر گنجی در استودیو حضور دارم. تصور ما این بود، چرا که بحثا بر این بود که احمدی نژاد که میآید سخنرانی کند، تظاهرات اتفاق خواهد رخ خواهد داد در واقع. آیا چیزی بود؟ حادثه ای اتفاق افتاد؟ حضور داشتن گروه های مختلف؟ بله بله برید راحت باشید. مطرح شده بود، نه از طریق سازمان ها و گروه های
دیگه که در مثل در سال گذشته برقرار شده بود. و یکی از تظاهراتی هم که در فردا برقرار خواهد شد در رابطه با امریکن اسرائیلیان ها و یا کلمی های مقیم نیویورک که باید برگزار بشه با توجه به گزارشی که من گرفتم و به احتمال بسیار قوی ممکنه تظاهرات بسیار خوبی باشه با توجه به گزارشی من گرفتم. فردا در تظاهرات در خیابان دوم و 47 و جامعه کلمی امریکایی در و ایرانی در این زمینه فعالیت زیادی کردن که بتونن تظاهرات مثبت ثمری برای پایان بخشیدن به سازمان ملل در این بخشش داشته باشن. برای آقای صالحی عزیز من و حالا دکتر گنجی هم میتونم پاسخ بدن این بخش پرسش من رو، شما شاهد بودید پارسال رفتید فعالیت کردید با دوستانتون اونجا حضور داشتید، گروه های مختلفی رفتن، حتی مجاهدین از نقطه نظر سازمانی و تشکیلاتی بسیار آماده بودن. چرا امسال همه چیز ناگهان ذوب شد؟ چه خبره؟ چه میگذره؟ حقیقتش جناب آقای منوکرجز یک مقدار من فکر میکنم کمکاری از طریق رسانه های گروهی بود و یه مقدار کمکاری از طریق خود سازمان ها و گروه ها، چرا که فکر نمی کردن که این مسئله به اینقدر مهم باشه. ما امروز شاهد، من خودم امروز شاهد تظاهرات پاکستانی ها بودم که تعدادشون برای مخالفت از پرویز مشرف اومده بودن و تعدادی به عنوان طرفداری از پرویز مشرف اومده بودن و با ساز و ضرب و تشکیلات و سر و صدای به راه انداخته بودن که اون سرش ناپیدا. من شخصا فکر میکنم یک مقدار ما در این زمینه ضعیف کار کردیم. دلایلش حقیقتش پاسخی ندارم. حالا دکتر جواب بدن، دکتر جنجی نازنی اگه ممکنه. اینجا گمون کنم میرسیم به مطلب مانوک. آره ما کوتاهی هم ازمون در این سالها به عمل اومده. آجون کدوم اپوزیسیونی بدون هیچ گونه کمک میتونه رو پاش وایسته؟ هر کاری شما میکنی خرج داره. پارسال ما رفتیم در نیویورک، کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم، هتل خیلی خوبی گرفتیم، گروگان ها رو آوردیم، دیگرانی که زجر و شکنجه شده بودن آوردیم، در اونجا اتاق رو تزیین کردیم، تمام روز CNN فیلم برداری میکرد، اقلا تو آرشیوشون هست و مخبرهای دیگه بودن، امکانات داشتیم. شما ایرانیان فراهم کرده بودید، بنابراین شما ایرانیان این که این امکانات رو فراهم نکردید این بار. چرا امکانات رو فراهم نکردن به نظر شما؟ برای اینکه مرتب باید آدم بیاد کاسه گدایی رو بگیره تو این تلویزیون ها جلو ایرانی ها و ازشون کمک بخواد. و ایرانیانی که درآمدشون کمه چه بسا کمک میکنن، ایرانیانی که امکانات زیادی دارند کمک نمیکنن. و من فکر میکنم که زمان این شده که ایرانیان در هر جایی هستن کمیته هایی درست کنن، برن به دنبال این که بسیج کنن منابع مالی رو، خودشون هم نظارت بکنن که چطوری کمک میکنن. کمک لازمه، بدون کمک نمیشه کاری کرد. سال گذشته کمک کردن یه عده رو با طیاره آوردن اونجا. بله کمک کردن سال گذشته. میگم ما امکاناتی داشتیم رفتیم سالون گرفتیم. نه ما نداشتیم بریم بگیریم. منم ندارم که خودم هم زندگیمو گذاشتم هم وقتمو گذاشتم همه چی ندارم که برم. حالا گروه های دیگه چرا نکردن؟ سازمان های دیگه مثلا حزب مشروطیت چرا نکرد؟ سلطنت طلبا چرا نکرد؟ جبهه ملی چرا نکرد؟ من این پرسشم اینجا. این سوال خیلی خوبیه که دارین ازشون میکنین، چون زمان هنوز نگذشته، باید هنوز دنبال بکنین این کارو. و شاید خسته بودن از چیز هفته قبلشون که در مورد خاتمی انجام داده بودن، شاید هم اونها امکاناتشو نداشتن که بیارن جمعیتو، و شاید هم اون وقت فکر میکردن که امریکا داره کمک میکنه به آزادی ایران. حالا نمی، همه اینا به هم دیگه مربوطه. دکتر خسته شدیم ما؟ نه نه. جا زدیم ما؟ نه نه نه. من که خسته نشدم. شما همیشه مستقل کار کردید، برای همین هم خسته نمیشید. من فکر میکنم اگه ائتلاف کرده بودین حالا کردیم. درست میگن؟ آخه من خودم همیشه مستقل عمل میکنم، برای همینم راحتیم صحبت کردنم راحت‌تر میشه. حالا من یه پرسش دارم،
آیا همه ما منتظریم که بوشیستا مشکل ما رو حل کنن؟ برای همینم همین اینجوری همینطور منتظر خواهیم بود اگر منتظری چنین چیزی هستیم. ما در این مملکت، من اتفاقا خوبه که این سند رو اینجا دارم، ما در این مملکت نقش عجیبی داریم واقعا افتخارآمیز. MIT اومده یک بررسی کرده، دانشگاه MIT میگه یکی از چهار ایرانی در امریکا فوق لیسانس یا دکتر داره، یکی از هر چهار ایرانی. میگه متوسط درآمد ماها 20% از متوسط درآمد امریکایی‌ها بالاتره، 20% بالاتره. میگه 50 ایرانی در امریکا دارای سرمایه هر کدوم از 200 میلیون دلار به بالا هستن، بعضیاشون یک میلیارد و نیم، دو میلیارد، سه میلیارد دلار. ما در مجموع 800 میلیارد دلار سرمایه در این کشور داریم. میگه بیش از 500 استاد ایرانی در دانشگاه‌های معتبر امریکا تدریس میکنه. ما بعضی بدی نداریم. نه خب همین دکتر، بازم من میام سر همین پرسش که بعضی گاهی گله‌مند میشن چرا من همش انتقاد میکنم. من وظیفه‌م اینه که انتقاد کنم. اگه قرار بود تعریف و تشریح کنم میشم چیر لیدر. خودشون از خودشون تعریف میکنن، گافم میزنن از خودشون تعریف میکنن. ببینید اتفاقا با همکار جوانسالم تونی داشتیم و خانم ایشون داشتن لوگو رو که درست میکردن، صحبت خانم انوشه انصاری شد. بالاخره ما بهشون افتخار میکنیم، مهم نیست 20 میلیون دلار دادم فضا نورد شدم، مهم این است که فضا نورد شدم. یه روزی تروشچوای روسی بود، حالا دخترک شیرین ایرانی خانم انوشه میرم با. بعد من لیستی رو تونی برام تهیه کرده بود برای برنامه رنسانس که ما حداقل 100 چهره درخشان ایرانی داریم، همینجوری که شما الان آمارا رو. آیا به علت بد عمل کردن رسانه ها، اول رسانه ها و بعد اینایی که بسم فردی نیست، دکانداری اپوزیسیونی میکنن، موجب نشد که نسلی که میتوانست ما رو به فردا ببره وارد بازی ما نشد؟ به علت خوب عمل کردن داردسته حاکم در ایران و رخنه کردن در درون ماها و تفرقه انداختن بین ماها و پول خرج کردن، اونا رو یارگیری کرد. یعنی اونا رو یارگیری کرد، طرف اونا رفتن. من خانم اصلا مصاحبه کرد، من دیدم که چیز تلویزیون ایران دقیقا. 2 ساعت مصاحبه میکرد خانم انصاری، با یک کدوم از شماها مصاحبه نکرده. نه به خاطر این که ما رو جدی نمیگیرن شاید. نه اینجوری بگم، پس رژیم خوب عمل کرد، کار نفوذیش عالی تا اینجا عمل کرده. اپوزیسیون رو ولی خب خوشبختانه دیدم نیویورک تایمز پریروز لیست شرکت ها رو میگه که امریکایی ها رفتن شناسایی کردن که اینا از طریق اون شرکت ها دارن پول خرج میکنن که دیده نشه، اینا داره برملا میشه. حالا ترس و واهمه تو دل همه شون افتاده و مطمئن هستم که خیلی هایی که ما ها میشناسیم هم تو این چیزا اسمشون در خواهد اومد. امیدوارم حداقل اونهایی که دو دوزه بازی کرد. آقای سالی نازنین من، شما وقتی خودتون ارزیابی میکردید تظاهرات یا گرد همایی یک سال پیش رو با امروز، چه احساسی داشتی علی سالی نازنین من؟ احساس میکردی؟ حقیقت شما رو جان سوال بسیار جالبی کردیم. با توجه به برنامه‌ای که من دیدم و با توجه به اینکه از اومدن احمدی نژاد، از خروجش از ایران، من تمام مسیری که احمدی نژاد رفته و چه مطالبی مطرح کرده و چه کارهایی کرده و چه قراردادهایی بسته تا اینجایی که امروز به دیروز رسیده به نیویورک، امروز در سازمان ملل سخنرانی داشته، همه رو دنبال میکنم، من میبینم که امسال یکی از مهمترین زمانهایی بود که ایرانی های خارج از کشور باید خودشونو بیش از اندازه یا بیش از گذشته باید خودشونو نشون میدادن، ولی متاسفانه این نشون دادن بسیار ضعیف برقرار شد. چرا که ممکنه پیش خودشون بگن همونجور که جناب دکتر اشاره فرمودن، ممکنه بگن که مردم امکانات ندارن. این امکانات ممکنه تقسیم شد، یک مقدارش در واشنگتن هفته گذشته بود، هفتش در روز پیش بود و یه مقدارش در اینجا، چون سازمان های قویه هم مثل سازمان مجاهدین که من لازم نیست که تکرار بکنم، در اونجا یه مقداری فعال بودن و یه مقدارشون اومدن اینجا. یعنی در حقیقت نیروها تقسیم شد، این احتمالش بسیار زیاده. ولی در نهایت امسال با
باید بسیار بسیار سریعتر از سال گذشته و سالهای گذشته برگزار میشد به نظر من. و من فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که دارم فردا تظاهرات بسیار مهمتری خواهد بود که از طرف جامعه کلمی نیویورکی برگزار داره میشه و امیدوار هستیم که صدای هموطنان ما رو جامعه های دیگه و سازمان های گروه و گروه های دیگه برسونن. در این واقع از زمان به نظر من هیچ مهم نیست که کی فریاد میزنه، مهم اینه که فریاد باید زده بشه. آفرین آفرین. اتفاقا به نظر من حالا چون آقای صالحی بیرون از موقعیتی نداشتن تلویزیون ها رو پیگیری کنن ببینن سخنرانی احمدی نژاد چگونه بود، اگر تونی نازنین دوباره صحنه رو نشون بده دو تا گنجی به نظر من همینجور که علی صالحی نازنین اشاره کردن و شما هم اشاره کردید بذارید همه برای ما فریاد بزنن، اینم کمکی است. البته من گاهی از لحاظ تاکتیکی وقتی نگاه میکردم مثلا خاتمی در هاروارد بود، اکثر پرسش ها در زمینه این بود که احمدی نژاد چرا به اسرائیل حمله کرد، چرا هولوکاست رو رد کرد، موضوع منحرف میشد در حالی که میشد خاتمی رو خودش رو مچاله کرد و کرد تو قوطی. گاهی این مسائل پیش میاد که که دوست پسر زهرا کاظمی کرد. دقیقا آفرین، بسیار خوب اون پسر هدف قرار داد، این آقایی با عبای شکلاتی رو و خندش رو گرفت ازش. اما پرسش من باز اینجا میاد یک بحث دیگری، دنیا داره میره دنبال این پروژه هسته‌ای رژیم. به نظر من این مسئله برای ملت ایران و همه ما آنقدر هم اهمیت نداره. ما مشکلمون این است که گروه خون این رژیم، دی ان ای این رژیم با مردم ایران دیگه نمیخونه. این چنین نیست؟ ما چگونه باید این رو پیش ببریم که بفهم ممکنه اینا بیان بگن اوکی برگای هسته‌ایمون رو به شما میدیم و دیل کنیم، بعد ما چیکار باید بکنیم؟ خب من گمون کنم که غرب به طور کلی و امریکا به طور به خصوص به این نتیجه رسیده که به اینا اطمینان نمیشه کرد. اوکی. به قول و قرارشون، امضاشون، تعهدشون هیچ کدوم نمیشه اعتماد کرد. برای همینه که میخوان نظارت دائم باشه که ببینن این حرفایی که میزنن عمل میکنن یا نه. و نظارت دائم رو اگر اونطوری که میخواد سازمان انرژی اتمی اعمال بکنه، اینا دیگه به هیچ وجه خیلی کارا رو نمیتونن بکنن. امکان داره اینا موافقت کنن؟ غیر ممکن. منم فکر میکنم غیر ممکن. تاکتیک خوبه اینا رو زیر فشار قرار دادن. بله بله. چون من فکر نمیکنم سپاهی ها اجازه بدن اینها برون. نه به هیچ وجه. احتمال این که دار و دسته، البته من معتقد نیستم آقای هاشمی رفسنجانی دیگر عددی هستند، به نظر من مقاله فوربس کار او رو ساخت. اما آیا ممکنه بعضی از این عالی جناب ها برای بقای خودشون و گرفتن یک مسئولیت سیاسی وارد یک دیل بشن به نظر شما و چقدر امکانش هست؟ بهتری امکان اینه که من گمون میکنم سوال خیلی خوبیه، من روش خیلی فکر کردم. فکر میکنم خیلی از اینها حاضرن با انگلیسا دیل بکنن که بهشون جایی بدن که برن بمونن، چون به اونا بیشتر از دیگران اعتماد میکنن به قول و قرارشون و حسابای بانکیشون یه طوری بذارن حداقل یه قسمتیش بمونه اگه بسته میشه اینا، کلا میشن میرن. اون دیگه هنر کشورهای غربیه که تا چند اندازه عمل میکنن. واقعا فکر میکنم و میدونم که خیلی هستن بینشون، توی همین داره دسته خیلی هستن که امروز حاضرن که این کارو بکنن اگه بهشون بدونن که میتونن برن یه جای خودشون رو حفظ بکنن. شما نگران حمله نظامی هستید؟ نه، من میدونم که حمله نظامی انجام نمیگیره، تقریبا مطمئنم که انجام نمیگیره. اگر حمله نظامی صورت نگیره و همین سیاست رو ادامه پیدا کرد، مردم چگونه میتونن این رژیم رو به زیر بکشن؟ نافرمانی بهترین راهش، نافرمانی. و این کاریه که شده آقا، در اوکراین شده، در سربستان شده، در افریقای جنوبی شده، در شیلی شده، هر جایش، تمام کشورهای اروپای شرقی، لهستان شده، شوروی شده، آلمان شرقی شده، با تمام قدرتی که اونا داشتن، رژیم ها داشتن، شد. نمیشه بگین که همه جا میتونه بشه، ایران نمیتونه بشه. ایران به خوبی میتونه بشه. شما این کار کردید در 1979، شما هم کردین این کارو. فقط فرق ما با خمینی اینه که خمینی پول داشت، ما پول نداریم. خمینی میرفت از لیبی پول میگرفت، از کشورهای مختلف، روسیه، حتی چین، غیره و زاله که اینا پول میگرفت، امکانات میگرفت، ما نرفتیم دنبال این کارو.
ما نشستیم که اگه میشه کمکی هم میکنه کشورهای آزاد بکن، کشورهای آزاد هم کمکی نمیکنن و کشورهای آزاد بهتر نکنن. من خیلی خوشحالم که نمیکنن. الان 10-12 سالی که هیچ گونه کمکی نکردن و بهتره که همینطور بمونه. شما ایرونی ها رو مجبور بکنین کمک بکنن. شماها ایرانیانی که میشنوید این برنامه رو موی دماغ این سرمایه‌دارای ایرانی بشین و مجبورشون کنین کمک بکنن. میدونین چقدر سرمایه‌دار حتی یهودی ایرانی وجود داره در این کشور که یک دینار کمک نمیکنه؟ با تمام این چیزایی که سر یهودی‌ها در ایران دارن میارن و صحبت اسرائیل رو میکنن، یک کدومشون نمیاد به میدون. حداقل به خاطر مخالفت با احمدی نژاد هم اگر یک دلار میدادن همه ما میترسن و میلرزن که هیچ کدومشون نمیاد. یک نوع ترس تو همه پدید اومده. من با شما موافقم. اجازه بدید از علی صالحی نازنین اولا سپاسگزاری کنم و خداحافظی کنم. علی نازنین فردا ما با شما خواهیم بود مجددا. جناب آقای منوچهری، قبل از اینکه خداحافظی کنیم من یکی دو مورد دیگه که می‌خواستم اشاره بکنم. خواهش می‌کنم. این مسئله سخنرانی سازمان ملل. ببینید خیلی سریع کوتاه میگم خدمت شما و بینندگان عزیز. در رابطه با این مسئله کنفرانس امروز، ما برنامه‌ای که از طریق جمهوری اسلامی برای احمدی نژاد گذاشته شد این بود که در سخنرانی پرزیدنت بوش شرکت نکنه. بهانه نیامدن آقای احمدی نژاد در سخنرانی پرزیدنت بوش این بوده که در صرف نهار امروز الکل در حقیقت مشروب گذاشتن و سرو کردن، این بهانهش بوده که به خاطر این نیام. ولی غافل از اینکه در همون کنفرانسی دو روزی که ایشون در کوبا و در ونزوئلا بوده، در دو مرحله دو تا کشور مختلف که ایشون بوده، در برنامه تدایی شب و روزانه اینا به طور کامل مشروب سرو شده. پس بنابراین آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه سال گذشته بلند شدن از به کنفرانس رفتن بیرون، میخواسته به تلافی اون کار خودش در اونجا حضور پیدا نکنه به خاطر نیامدن سر قضای امروز سازمان ملل. اونجوری هم که سازمان ملل براش برنامه ریزی کردن این بود که ایشونو گذاشتن آخرین نفر در سازمان ملل سخنرانی میکنه، از ما دست که خودش دلش خواست سخنرانی کنه. ولی با اون توجه ما میدیم که سالن ها به طور کامل خالی بود، خیلی خالی تر از سال گذشته. با آقای احمدی نژاد چیزی هرچی هم که میگفته یه لغت انشایی درست کرده بود و سخنانش کاملا تکراری بوده و تقریبا 80% صحبتاش به اضافه 80% همون صحبتهایی بوده که در کوبا مطرح کرده بوده در سازمان غیر متحدها و هیچ تغییری در حقیقت سخنانی خودش نداده. همین دلیل آقای صالحی بسیار برای ایرانیان مهمتر بوده، چرا که ما دیدیم که آقای پرزیدنت بوش برای یک بار دیگه به طور کامل حداقل برای 5-6 بار روی سخن خودشو کاملا به طرف ملت ایران کرده بود و دقیقا جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی رو توتالی بایکات کرده بود. آقای صالحی، آقای دکتر گنجی پرسشی دارن. آقای صالحی خیلی خوشحالم که صداتون میشنوم. من گمون کنم کاری که بکنید یه اعلامیه بدین به آقای، یه نامه‌ای برای آقای احمدی نژاد بفرستین، بگین تو سازمان ملل تو رستورانش و تو اون قهوه خونش طبقه دوم انواع اقسام مشروبات رو سرو میکنن و این ظرفا رو که میشورن تمام ظرفای مشروب و ظرفای غیره رو با هم دیگه میشورن. اونجا نه آب بخوره نه دست بزنه به لیوان و چیزی. هتلای امریکا هم بگین که توش زندگی میکنه، اگه تو والدورف هر جای دیگری هست اینا اینقدر مشروب سرو میکنن که حد نداره. تمام بوی مشروب اصلا تمام اتاقا رو گرفته. تو اتاقاش وقتی بره اون یخچالی که گذاشتن توش مشروبه، چطوری اصلا تو این هتل‌ها میره زندگی میکنه؟ نباید. تو اون خونه نماینده ایران هم که زندگی میکنه بغلش تمام این خونه ها مشروب میخورن. یه کاری بکن جلو اینا رو بگیره همه رو که مشروب نخورن خونه های بغلی. اصلا نیان اینجا. نه. اصلا نیان که بوی مشروب. علی صالحی نازنین من جناب دکتر، اگه ما دسترسی به ایشون داشتیم بسیار برای ما ساده تر بود که مسئله بسیار مهمتری از این مسئله برای ایشون مطرح کنیم. یک دوان که آقای احمدی نژاد و تمام سران کشورهای دنیا به صورت آزاد میومدن میرفتن سوار اتومبیلاشون میشدن، احمدی نژاد رو نمیدونم اینو چجوری بردنش که هیچ کسی اصلا ندید اینو چجوری بردن.
میتونن از داخل داخل گاراژ سازمان ملل از داخل گاراژ بره توی گاراژ کسی نمیبینت. نه ببینید وقتی که می آوردن بیرون مردم اونایی که اومده بودن طرفدار یا له یا علیه خود کشورهاشون بودن وقتی اتومبیل ها می اومد بیرون مشخص بود که اون اتومبیل ها از چه کشورهایی هست ولی مال جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مشخص نبود. ایشون از طریق چای کمکران در رفتن، حالا چون ایشون معتقد به چای کمکران هستن اجازه بدید از شما سپاسگزاری کنم، خداحافظی کنم، فردا منتظر گزارشاتون هستم. علی صالح نازنین در خدمت هستم، مجددا درود فراوان دارم به شما و جماعت دوستان عزیز و امیدوارم که فردا پربارتر در خدمت شما حتما و ما امیدواریم مشکلات تکنیکیمون رو حل کرده باشیم. یک دنیا متشکرم علی صالح نازنین. آخرین پرسش از دکتر گنجی نازنین مطرح کنیم و از همه خداحافظی کنیم. حتما هم خواهش خواهیم کرد دکتر گنجی در فرصت‌هایی در همین هفته هم اگه شد مجددا تشریف بیارن. دکتر آقای گوش پیام دادن، کار ما چیه؟ من پیامشون رو خوندم. پیامشون البته باید خیلی تشکر بکنیم از پیامشون، ولی پیامشون میگن که ما بریم کشورمون رو آزاد کنیم واسه اینکه اینها واقعا برازندگی اینی که ایران رو اداره بکنن ندارن. ما خیلی تشکر میکنیم، این رو بارها شنیدیم از آقای بوش، ولی چیزی که ما میخواییم از امریکا اینه که یه سیاست درست حسابی رو ایران اتخاذ بکنن و روش بیسته. بعد از 28 سال که البته از امریکا میگم ما امتنان فراوان داریم که مانند اروپایی عمل نکرده، ولی امریکا سیاست نداشته رو ایران. 28 ساله که امریکا سیاست نداره. هر روز یه روز خانم آلبرایت اومده عذرخواهی کرده، یه روز دیگه پرزیدنت بوش پدر اومده گفته که good will begets good will، گفته در نطق انتخاباتیش گفت شما اگر رابطه خوب برقرار کنید ما هم رابطه خوب برقرار کنیم. هر روز یه چیزی گفته شده. یعنی واقعا یه سیاستی اتخاذ کنید و روی سیاست بیستید. چرا ما ایرانی هم سیاست شوروی کردید، همون کاری رو که با کشورهای کمونیستی کردید. سیاست که مشخص باشه سیاستتون چیه. ما حرفو خیلی قشنگه، ولی حرف میتونن پس برده یه حرف دیگه بزن. ایشون یه روزی گفتن که ایران یکی از کشورهای چیزه access of evil. اوکی. ولی عملا که همچین چیزی عمل نمیکنن، که رفتارشون جور دیگریه. با جمهوری اسلامی حتی بهتر رفتار میشه تا با کره شمالی، تا با عراق. بنابراین از اون access of evil آوردنش بیرون، اون سیاست دیگه اعمال نمیشه. روشن بشه که سیاست امریکا چیه. همینطور که کنفرانس بذارن تو کاخ سفید یا اده برن حرف بزنن یا ایشون خودشون چند نفر ببینن، اینا سیاست نیست. ما ایرانی ها قشنگ میدونیم اینا سیاست نیست، دل خوش کنکه و امروز میاد فردا تموم میشه میره. ما توقع داریم که امریکا یه سیاست داشته باشه به حمایت از آزادی خواهان ایران و روی اون سیاست پیسته. اون وقت قوت قلب میده به مبارزان داخل کشور. ما نمیتونیم خودمون کمیته ای رو تشکیل بدیم، کمیته بحران مثلا. نه، ما فوری میریم دولت تشکیل میدیم، شورا تشکیل میدیم و این کمیته بحران متشکل میشه از چندین شخصیت و کارشناس. ایرانی ها یک بار میرفتن و به اصطلاح این پرژن پازل رو حل میکردن. میشه؟ خب ما مشکلات خودمون رو داشتیم در این سالها در اپوزیسیون. اوکی. همه نشستن که شاهزاده رضا پهلوی یک کاری بکنه در 28 سال. حالا دیگه 28 سال گذشته، حالا ایشون خودش هم میگه که من یه نفر هستم از شما، بنابراین باید همه ما هم دیگه برام کاری بکنم. خب بکنید، باید دعوت بکنن، باید یه جایی یه چند تا ایرانی باید پیش قدم بشن دعوت کنن. چون اینا خودشون هر کدومشون دعوت کنه اون یکی میگه چرا این دعوت کرده. چند تا ایرانی خارج از اینها باید پیش قدم بشن دعوت کن. دعوت کن، در 15 نفر بیشتر نیستن که دعوت کنن، نه که 1000 نفر دعوت کنن. دقیقا هم باید 15 نفر همون در 15 نفر 20 نفر هستن، اون در 15 20 نفر دعوتشون کن، بذارن اونا بشینن و اونایی هم که اومدن دعوت کننده چه بهتر که سرمایه گذارا باشن که بیان دعوت کنن. و این سرمایه گذاری نیستن، دیگرانی که میتونن این کار رو بکنن چون بزن. امیدواریم.
دکتر من که گنجی سپاسگزارم دعوت من کردین، یک دنیا متشکرم و همیشه هم میگم چون مستقل کار کردید خوشم اومد. ممکنه به گفته شما درست نمیدیم از لحاظ تاکتیکی اختلاف نظر سلیقه‌ای حداقل با هم یک اختلاف نظر داشتیم، ولی من همیشه از ائتلاف‌های دروغین میگریزم. یعنی من دیدم در تمام این سالها بی جهت ما ائتلاف‌های دروغین به وجود آوردیم، پروژه سازی کردیم، بعد حباب شده، ترکیده توی صورت مردم. و این در واقع امروز اگر ما، حالا دوست نازنین من دکتر حسین لاجوردی همیشه تکرار میکنه، یک نوع عدم اطمینان در مردم به وجود آمده. این اطمینان رو باید برگردیم. امیدواریم برگردیم. امیدواریم. اولا سپاسگزاری میکنیم از دوست نازنینمون علی صالحی در نیویورک. ما رو میبخشید به خاطر کار اشکالات تکنیکی، حتما رفع خواهیم کرد، فردا شب کمتر خواهیم داشت. بعد فرصتی شد که باز دکتر منوچهر گنجی رو ملاقات کنیم، دیدار کنیم، پرسشامونو با ایشون مطرح کنیم. سپاسگزارم از رکسانای نازنی که آمدن با پدر، ایشون رو هم دیدیم، از بچه‌های بسیار فعالین. حالا دوره رکسانا و در و دسته فردایی هست. امیدواریم همه بچه‌ها بیان. البته این بچه‌ها هم هنوز نیومده، همه‌شون با هم اختلاف پیدا کردن که بنده چندین بار از همه‌شون گله کردم. ای کاش اینها مثل نسل ما نمی‌شدن، چون همه‌شون توانایی‌ها رو دارن، شناخت دارن، میتونن بسیار موثر باشن. امیدوارم بچه‌های نسل فردا یا نیو جنریشن حداقل بیماری‌های اخلاقی ما رو نداشته باشه. این آره میگم. فردا موقع 5 تا 7 صبح ما رو ببینیم، می‌بینین که ندارن. دکتر من 5 می‌خوابم. خب جمعه ها یک تا 7 صبح. ما تمام شب یا با تلفن با این بچه‌ها گرفتاری داریم یا کار میکنیم، ولی به هر حال چند شما همیشه پرکار بودین. یک دنیا تونی نازنین من، یک دنیا سپاسگزارم. اجازه بدید فردا شب با دکتر حسین لاجوردی و دیگر دوستان خواهیم بود، با آقای علی صالحی. ما این بحث رو ادامه میدیم در تمام هفته در رابطه با اینکه آقای خاتمی میاد، احمدی نژاد. به هر حال سرنوشت ماست، سرنوشت ملت ما. البته همون گونه که دکتر گنجی هم اشاره کردن، گفتن مردم باید بازی رو ادامه بدن. ما معتقدیم نیو جنریشن ایران، نسل فردا ایران، حتما و حتما این رژیم را به زانو در خواهد آورد. شب خوبی رو داشته باشید. تونی نازنین از مهیار جوانسالم سپاسگزاری می‌کنم. عذر می‌خوام از بهرام مشیری، داشتم برنامه اجرا می‌کردم، بنده تلفنی بلند صحبت کردم، ایشون ناچار شدن از افغانستان برن تو بحث پاکستان. امیدوارم تکرار نخواهد شد. آی لوف یو بهرام عزیز. و همچنین از آقای میرچی هم سپاس بذارم. شب خوبی رو همه داشته باشید. مرسی دوست خوبی.